ساقط خبرها. لغو حکومت نظامی در عراق. مایک پومپئو میگوید مردم لبنان و عراق میخواهند کشورهایشان را از ایران پس بگیرند. درخواست فیفا برای انتقال بازی فوتبال ایران و عراق به کشوری امن. بصره محل برگزاری بازی از شهرهای ناامن است. آمریکا میگوید دو متهم به جاسوسی برای ایران اتهام‌های خود را پذیرفتند. اتهام‌ها جمع‌آوری اطلاعات از یک مرکز یهودیان و جاسوسی از اعضای مجاهدین خلق اعلام شده. و آلودگی هوا در دهلی زندگی کودکان را تهدید می‌کند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته کسانی که در عراق و لبنان در هفته‌های اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند می‌خواهند کشورشان را از ایران پس بگیرند. آقای پومپئو در توییتی گفته آنها فهمیدند که صادرات اصلی ایران فساد است، اما آن را در قالب انقلاب صادر می‌کنند. ظرف چند هفته اخیر بیش از 260 نفر در اعتراض‌های ضد دولتی در عراق کشته شدند. در لبنان هم سعد حریری نخست وزیر در واکنش به اعتراض‌ها کناره‌گیری کرده. مرتاد فرهمند گزارش می‌دهد. این روایت رسمی جمهوری اسلامی از رخدادهای عراق است. فرمانده عملیات بغداد دستور داد به دلیل همکاری شهروندان با نیروهای امنیتی مقررات منع آمده شد در بغداد کاملا لغو شود. واقعیت این است. مقررات منع آمده شد نه به سبب همکاری شهروندان، که به این دلیل برداشته شد که کسی به آن اعتنا نکرد و ادامه‌اش بی‌معنا بود. واقعیت دیگر که در روایت رسمی جمهوری اسلامی غائب است این شعار هاست: ایران بیرون باد، بغداد آزاد باد. آماج اعتراض ها نظام سیاسی حاکم بر عراق است. بخش مهمی از قدرت حاکم در دست سیاستمداران مرتبط با ایران است. طبیعی است دست کم بخشی از تظاهر کنندگان وابستگی این حاکمان به ایران را مشکل کشور ببینند. و ایرانیان دیر البلد. ایرانی‌ها این کشور را اداره می‌کنند. ما شدیم اسیر دست ایران تا وقتی بمیریم. شعارهای ضد ایرانی عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود و در مقیاس بسیار کمتری در گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی. هرچند رسانه‌های عربی منطقه تمرکز عمده‌ای روی همین شعارهای ضد ایرانی دارند. در این میان حکومت تاکنون تنها وعده داده، در برابر معترضان عقب ننشسته. طيب هذا كيف تواجه؟ كيف تواجه مثل هالاعمال اللي هي اخذ طابع عسكري؟ چطور میشه با این وضعیت برخورد کرد که جنبه نظامی پیدا کرده؟ ما تا الان در موضع دفاع بودیم نه حمله، و همین دلیل ضربه زدن به ما آسان بوده. در دفاع از خودمون ساده ترین وسایل رو به کار بردیم. با این حال باز هم ما رو سرزنش میکنن. این که عادل عبدالمهدی میگوید تا کنون در موضع دفاعی بوده ایم، شاید به این معنا باشد که این موضع دفاعی امکان تغییر دارد. احزاب شیعه عراقی که با ایران پیوند دارند، پایگاه اجتماعی سازمان یافته ایشان را نمیتوان نادیده گرفت. چه بسا زمانش که برسد هواداران این احزاب هم به میدان بیایند و روند تظاهرات را تغییر دهند. مرتضی فرهمند، BBC.
ایران امروز مرحله چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی با دستور رئیس جمهوری تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود 2 تن گاز اورانیوم برای غنی‌سازی از تأسیسات نطنز به فردو منتقل شد. این اقدام با مخالفت طرف‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای روبرو شده. بعد از آنکه آمریکا از این توافق خارج شد و تحریم‌ها را برگرداند، ایران گام به گام تعهدات هسته‌ای‌اش را کاهش داده. مجید خیام‌دار قطار هسته‌ای ایران در ایستگاه چهارم. این محموله از تأسیسات غنی‌سازی در نطنز به فردو منتقل شد. حدود 2000 کیلوگرم گاز هگزوفلوراید اورانیوم یا UF6. به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، این محموله در سالن خوراکدهی مجتمع غنی‌سازی فردو قرار گرفته و ساعت 12 شب غنی‌سازی در آنجا شروع می‌شود. کاری که ایران در توافق هسته‌ای از آن منع شده. فردو تا به حال بر اساس برجام قرار بود که مواد هسته‌ای نداشته باشه، ولی مواد هسته‌ای رو داریم انتقال میدیم و انشالله در مورد مقرر ما گاز رو تزریق میکنیم به ماشینهایی که تا به حال داشتن به صورت در واقع در تحت خلاء داشتن میچرخیدن. طبق برجام غنی‌سازی اورانیوم فقط باید در مجتمع نطنز صورت بگیرد، آن هم تا سقف 3.67%. اما حالا ایران تصمیم گرفته که غنی‌سازی را در فردو هم انجام بدهد، آن هم تا سقف 5%. اقدامی حساسیت برانگیز و نگران کننده برای طرف‌های مقابل ایران در توافق. پیش بینی میشه که ما در فردو ظرف یک سال حدود 700 کیلوگرم به ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شدهمون اضافه کنیم و از طرفی هم خب در محیط خوبی قرار گرفته. از طرفی ما تولید ایزوتوپ‌های پایدار رو باز در فردو داریم انجام میدیم. قله نگرانی اونها در افزایش درصد غنای اورانیوم و انباشت اون هست. ما هم در این گام چهارم دقیقاً روی همون نقطه دست گذاشتیم. رئیس جمهوری فرانسه که به چین رفته گفت این بار ایران به وضوح از توافق هسته‌ای پا پس کشیده و این حرکت خطیری است. ما توافق کردیم که برای برگرداندن ایران به مسیر توافق هسته‌ای و اجرای کامل تعهداتش بیشتر تلاش کنیم. امانوئل مکرون گفت که با رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در این باره صحبت خواهد کرد. اتحادیه اروپا و روسیه هم از ایران خواستند که جهت حرکتش را عوض کند و به تعهداتش در توافق برگردد. هر وقت اونا به تعهداتشون عمل کردن ما دو مرتبه این گاز قطع می‌کنیم. ایران گفته اگر طرف‌های مقابل به تعهداتشان عمل کنند و تحریم‌هایی که آمریکا بعد از خروج از توافق اعمال کرده برداشته شود، ایران هم به تعهداتش در برجام عمل خواهد کرد. مجید خیام‌دار، بی بی سی. خبرگزاری رویترز گزارش داده ایران اخیراً یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را موقتاً بازداشت و مدارک سفرش را توقیف کرده. رویترز به نقل از دیپلمات‌های مطلع از فعالیت آژانس نوشته این موضوع قرار است فردا در نشست شورای حکام آژانس مطرح شود. از قول یک دیپلمات گفته شده این بازرس زن هفته گذشته در مجتمع غنی‌سازی نطنز بازداشت شد. وزارت خارجه پاکستان بعد رفتاری نظامیان ISI با سفیر افغانستان در اسلام آباد را رد کرده. این وزارتخانه گفته انتظار دارد نمایندگان خارجی هنجارها و اصول رایج دیپلماتیک را رعایت کنند. دو روز پیش دولت افغانستان از رفتار نادرست برخی از اعضای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI با عاطف مشعل سفیر این کشور در اسلام آباد خبر داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که بررسی و مستند کردن شکایات در مورد آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی به ویژه ارگ ریاست جمهوری افغانستان را تکمیل کرده. شبنم صالحی عضو این کمیسیون گفته در 3 ماه گذشته 8 شکایت ثبت شده. این کمیسیون گفته شکایت ها از آزار و اذیت جنسی زنان در سطوح مختلف است و به زودی به دادستانی کل ارجاع داده می شود. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته حمله امروز به یک پاسگاه در مرز تاجیکستان با ازبکستان کار داعش بوده. در این حمله 15 مهاجم کشته شدند. 5 نفر هم بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی تاجیکستان گفتند این گروه مسلح 3 شب پیش در شمال افغانستان وارد خاک تاجیکستان شده بود، اما درباره هویت مهاجمان و تابعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته.
امروز 25 سال از تصویب قانون اساسی تاجیکستان می‌گذرد. به این مناسبت در این کشور عفو عمومی اعلام شده. به گفته مقام‌های تاجیکستان طی 10 روز بعد از تصویب قانون عفو بیش از 4000 نفر آزاد شدند. قرار است در مجموع قانون عفو شامل حال بیش از 20000 زندانی شود. اما کسانی که در ارتباط با تروریسم فعالیت علیه امنیت ملی و توهین و استفاده از زور علیه کارکنان دولت محکوم شدند عفو نمی شوند. خبرنگار ما سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد. 10 روز پیش در زندان بود، حالا به زندگی عادی برگشته. در ایستگاه قطار در مرکز شهر حصار کارگری روزمزد است و پولی کارش را برای تامین بخشی از مخارج زندگی مادر و دو برادر و یک خواهرش هزینه می کند. قطاری زندگی امید اوائلی سالی گذشته از حرکت باز ماند. او به جرم دزدی به 3 سال حبس محکوم شد. عفو عمومی در تاجیکستان دری آزادی را بر روی امید و صدها زندانی دیگر مثل او پیش از انجام دوره محکومیتشان باز کرد. دو سال عمران بوده در زندان گذشت. سخن هم کروه کرده خدم پیش همونم. اونم حرور میخوام زندگی پیش برد. در 10 روزی گذشته بیش از 4000 نفر از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد شدند. 3000 زندانی دیگر در انتظار آزادی‌شان هستند. بر اساس قانون عفو، همه زنان زندانی که دوره محکومیتشان از 12 سال بیشتر نیست، افراد دارای معلولیت، نابالغان و شهروندان خارجی از زندان‌ها آزاد می‌شوند. مسئولان اداره زندان‌های تاجیکستان می‌گویند از حدود 300 زن زندانی در این کشور 165 نفری آنها از زندان شهر نارک آزاد شدند. زیبا امریدیناوا یکی از آنهاست. جنایت کردم، از کارای کردگی خودم سخت پشیمانم. می‌خواهم که پیش پدر و مادرم، پیش فرزندانم، پیش اهل عائله‌ام بر بگردم. تشکر زیاد، چقدر من خرسندم که ما آزادی می‌برویم. لحظه های بیادماندنی برای زیبا و ده ها زنی دیگری مانندی او. پارلمان طرح قانون عفو عمومی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را 10 روز پیش به تصویب رساند و به این ترتیب روند آزادی محبوسان از زندان ها و افراد مزنون در ارتکاب جرایم از بازداشتگاه ها فراهم شد. در پی اعلام عفو عمومی تا پایان امسال در مجموع نزدیک 7000 نفر از زندان ها و بازداشتگاه ها آزاد خواهند شد. بسیاری از آنها به زندگی معمولی برمیگردند، اما گاه کم توجهی به سرنوشت زندانی های سابق و فقر و بیکاری باعث بازگشت دوباره برخی از آنها به پشت میله های زندان می شود. مقام های تاجیکستان می گویند عفو عمومی تصمیم است انسان دوستانه که به مناسبت 25مین سالگرد تصویب قانون اساسی این کشور گرفته شده. اما این عفو در حال صورت می گیرد که سال 2020 در تاجیکستان انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهند شد. به این دلیل برخی کارشناسان یکی از اهداف عفو عمومی را افزایش اعتماد و دلگرمی مردم به دولت در آستانه این انتخابات ها می دانند. از طرف دیگر طی سالهای اخیر زندان های تاجیکستان پر از زندانی شده و مراقبت و نگهداری از آنها برای مقامات کاری سهل و ساده نیست. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال نارامی‌های اخیر عراق از این کشور خواست تا کشور بی‌طرفی را برای برگزاری دیدارهای خود با ایران و بحرین در انتخابی جام جهانی 2022 قطر معرفی کند. تیم ملی فوتبال عراق قرار بود هفته آینده مقابل ایران و 28 آبان مقابل بحرین در شهر بصره بازی کند، اما فیفا تصمیم گرفت به دلایل امنیتی این دیدار خارج از عراق برگزار شود و به فدراسیون فوتبال این کشور تا فردا پنجشنبه فرصت داده تا محل برگزاری این دو دیدار را معرفی کند. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم پوریا ژافره اینجا در استودیو با ماست. پوریا، خیلی وقت است که نارامی ها رو در عراق داریم. چرا اینقدر طول کشید که این تصمیم رو بگیره فدراسیون؟
درسته فدراسیون که در واقع نمیتونست این تصمیم رو بگیره، یعنی مسئله که در مورد فدراسیون ها هست، هم فدراسیون فوتبال عراق هم فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال عراق هم به دلایل فوتبالی هم به دلایل سیاسی دوست داشت که بازی در عراق برگزار بشه، فدراسیون فوتبال ایران بیشتر به دلایل سیاسی و شاید خوشحال نگه داشتن عده ای از کسانی که در حکومت ایران فکر میکنن که برگزاری مسابقه در عراق نشون میداد که وضعیت این کشور عادی هست، به این دلیل اونها ولی که در نهایت نظر اونها مهم نبود در کنار نظر اول فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال و بعد کنفدراسیون فوتبال آسیا. و اتفاقی که افتاد اینه که اینها چون بعد از سالها اومده بودن دوباره میزبانی رو به عراق برگردونده بودن و حتی قبل از این مسابقه اولی که در همین شهر بصره برگزار شد جلوی هنگ کنگ، بعد از سالها از زمان صدام حسین تا به حال اولین مسابقه ملی بود که در عراق داشت میزبانی میشد، به این نتیجه رسیدن که چون اون در اون مقطع هم یک سری شلوغی‌های در عراق وجود داشت، خیابون‌ها معترضین بودن، به این شدت فعلی نبود که 200 خورده نفر کشته شده باشن در اعتراضات، ولی که تو قبل از مسابقه با هنگ کنگ در یک مقطعی آروم‌تر شد و بعد دیدن که اجازه دادن که مسابقه اونجا برگزار بشه، منتظر بودن که ببینن که حوادث چطوری میشه، ولی دیگه انقدر سیر حوادث شدید و تند بود که مدارکی که روی میز فیفا هست که داره نگاه میکنه نظارگر وضعیت هستش در عراق انقدر مستدله که خیلی راحت این تصمیم رو گرفتن. شخصا فکر میکنم که باز هم عراق تلاش خواهد کرد که بخواد میزبانی رو نگه داره در خاک خودش، ولی که انقدر پرونده قطوره که فیفا این اجازه رو نخواهد داد. کوتاه بگی الان به عراق تا پنجشنبه تا فردا فرصت داده شده که محل برگزاری رو انتخاب کنه، فکر میکنی که کدوم کشور رو عراق انتخاب خواهد کرد؟ بحث سه تا کشور مطرح شده تا الان، بالاخره امارات جایی هست، دبی به خصوص که هم ایرانی در اون زیاده هم عراقی در اون زیاده، و مسابقه آخر دو تا تیم که صحنه‌ای از اون رو دیدیم در جام ملت‌ها اونجا برگزار شد، من خودم هم بودم، استادیوم پر بود، از نظر فوتبالی و جمعیت جای خوبیه، ولی که انتخاب منطقی قطر به نظر میرسه، چون قطر هم سابقه میزبانی کشورهای منطقه رو داره، عراق بارها در این سالها مسابقه خودش رو که نمیتونست در خاک خودش برگزار بکنه در قطر برگزار کرده، و البته بحث کشور اردن هم مطرح شده، باید ببینیم که توی این داستان توی این مدت چه اتفاقی میفته، ولی خب الان من دیدم که ساعت پیشم خبری که اومده بود اینه که فدراسیون فوتبال ایران گفته دوست داره که در اربیل بازی بکنه، ولی احتمالاً شانس ایران از بین رفته، توی اون نامه یه خورده تعلل کردن، زودتر بعد تصمیم میگرفتن که در بصره نمیخوان بازی بکنن، شاید با پیشنهاد اونها موافقت نشه، خود عراقی ها هم نباید خیلی مایل باشن که در اربیل بازی بکنن، چون هم بازیکن کرد توی تیم ملی عراق کمه، همین که در اقلیم کردستان شاید به اندازه کافی طرفدار نباشه برای تیم ملی عراق و اون امتیاز خونگی اصلا مفهومی نداشته باشه. متشکرم از تو پوریا ژافره اینجا در استودیو با ما. وزارت دادگستری آمریکا گفته دو متهم به جاسوسی برای ایران اتهام خود را پذیرفتند. این دو فرد احمد رضا محمدی دوستدار 39 ساله تبعی ایران آمریکایی و مجید قربانی 60 ساله تابع ایران هستند. هر دو به اتهام همکاری با حکومت ایران برای جمع‌آوری اطلاعات از یک مرکز یهودیان در شیکاگو و جاسوسی از اعضای مجاهدین خلق بازداشت شده بودند. برای صحبت بیشتر در این مورد سام فرزانه خبرنگارمون از نیویورک با ماست. سام بیشتر بهمون بگو که مثلا میخوام از واشنگتن با ما هستی، سام بیشتر بگو که در مورد این دو نفر چه میدونیم؟ این دو نفر وقتی که بازداشت شدن متهم شده بودن به اینکه مشغول جاسوسی برای حکومت ایران بودن. الان دادستانی میگه که دقیقاً به گمان اونها چه کاری میکردند این دو نفر. گفته شده که آقای قربانی به نیویورک سفر کرده، دست کم دو بار رو اونها اعلام کردند، در گرده همایی اعضای سازمان مجاهدین خلق شرکت کرده، از اونها عکس میگرفته و بعداً اینها رو در اختیار فرد دیگر قرار میداده که او به ایران بفرسته، و البته زمینه این عکس ها یک سری اطلاعات هم بوده درباره اینکه هر کدوم این افرادی که حالا عکسشون هست چه کسانی هستند، و به یک تو مثلا انگار که پرونده
پرونده این افراد رو می ساختند و می فرستادند به ایران. گفته شده که آقای قربانی برای این عکسایی که می گرفته $2,000 هم پول می گرفته. و نکته جالب دیگه‌ای که در مورد این وجود داره در مورد این افراد اینه که اونها الان حاضر شدن به همکاری با دادستانی آمریکا، که معنی این حرف اینه که اونها میان در واقع اعتراف میکنن به بخشی از کارهایی که انجام دادن یا شاید هم گاهی وقتا انجام ندادن. خیلی وقتا در سیستم قضایی آمریکا افراد برای اینکه توانایی دفاع از خودشون رو ندارند اتهام‌هایی رو میپذیرن که بعداً مثلا معلوم میشه که اصلا این کارها رو انجام ندادن، خیلی وقتا هم انجام دادن، میان یک چیز پایین‌تری رو میپذیرن و با پذیرفتن اون در واقع اتهام پایین‌تر از مجازات، از اشد مجازات میتونن رها بشن و به این ترتیب اونها میتونن که یک مجازات پایین‌تری رو بگیرن که میتونه در این مورد خاص میتونه تا حدود 10 سال زندان هم باشه. متشکرم از تو سام فرزانه در واشنگتن. یک مهاجم با چاقو به یک نماینده حامی دولت چین در پارلمان محلی هنگ کنگ حمله کرده. جینوس هو در حال صحبت و عکس گرفتن با هوادارانش بود که مهاجم به بهانه عکس گرفتن به او نزدیک شد. پلیس گفته آقای هو به هوش آمده. پلیس مهاجم را دستگیر کرده است. نزدیک به 6 ماه است که اعتراض‌ها در هنگ کنگ در جریان است. در خبر دیگر، در اردن یک مرد با چاقو به چند گردشگر خارجی حمله کرد. این حمله در شهر توریستی و باستانی جرش صورت گرفت. به گزارش پلیس مهاجم دستگیر شده. تابعیت گردشگران خارجی هنوز مشخص نیست. صنعت گردشگری در اردن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد این کشور است. یک مرد که ثانیه‌ای با برخورد قطار فاصله داشت توسط یکی از کارکنان راهن سان فرانسیسکو در آمریکا نجات پیدا کرد. همینطور که در تصاویر دیدید مسافر به نظر میاد که مسته و به طور خطرناکی داشت به سوی قطار نزدیک میشد که تنها ثانیه‌ای قبل از افتادن به عقب کشیده شد. سگی که گمان برده میشد که یک توله رها شده است، طبق آزمایش های دی ان ای معلوم شد یک نژاد نایاب استرالیایی به نام دینگوس. این سگ که اسمش واندیست مدتی پیش در حیات یک خانه در ملبورن استرالیا پیدا شد. اتحادیه حمایت از نژاد دینگو در استرالیا گفته از این سگ برای پرورش این نژاد استفاده خواهد کرد. و بعد از 307 سال ممکنه قدیمی ترین پستخانه در جهان تعطیل بشه. این پستخانه در جنوب غربی اسکاتلند در سال 1712 میلادی تأسیس شد. حالا صاحبان این شعبه به علت بازنشستگی تصمیم گرفتن اون رو بفروشند. اداره پست بریتانیا امیدواره تا بتونه با پیدا کردن یک رئیس جدید جلوی فروش قدیمی ترین شعبش رو بگیره. یک نهاد حقوق بشری میگوید استفاده از فضای مجازی برای جهت دادن به آرای رای دهندگان توسط دولت‌ها رو رو به افزایش است که میتواند دموکراسی را مختل کند. گزارش سالانه بنیاد خانه آزادی در آمریکا گفته انتشار اطلاعات غلط در فضای مجازی یکی از رایج‌ترین روش‌ها در گمراه کردن مردم است، اما کنترل دولتی چاره کار نیست. نیکولاس نیکزاداد گزارش می‌دهد. گزارش امسال خانه آزادی فریدام هاوس با پیامی نگران کننده شروع می شود. آزادی رسانه ها در گوش و کنار جهان در یک دهه گذشته کمتر شده. اما سرفصل های دیگر این گزارش تازگی بیشتری دارند. یک سرفصل رشد نفوذ رسانه چین در خارج از این کشور و خطری که برای دموکراسی دارند. خانه آزادی میگوید زمانی رسانه های دولتی چین تصویر مثبتی از این کشور ارائه میدادند و پوشش خبری منفی از چین را تعدیل میکردند، اما حالا یک گام به جلوتر رفتند. نظام خودکامه چین را به عنوان الگویی برای کشورهای در حال توسعه معرفی و جذابیت دموکراسی و رهبری آمریکا را زیر سوال میبرند. احتمالاً جذاب‌ترین بخش گزارش مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پدیده فیک نیوز است. دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورهای سرکوبگر جایگزینی برای رسانه‌های دولتی و انحصار خبری آنها هستند. دسترسی شهروندان و روزنامه‌نگاران مستقل به اطلاعات را بیشتر می‌کنند. با پدیده شهروند خبرنگاری، پروپاگاندا و دروغ‌های دولتی را فاش و ناقضان حقوق بشر را رسوا می‌کنند.
در هنگ کنگ، ونزوئلا، سودان و دیگر نقاط وقتی دولت‌ها وبسایت‌ها را مسدود می‌کنند یا درباره تعداد و رفتار معترضان دروغ می‌گویند، شهروندان حالا با لایو استریمینگ با تحریف واقعیات مبارزه می‌کنند. اما گزارش خانه آزادی هشدار می‌دهد حالا همین دولت‌های خودکامه با انتشار اطلاعات دروغ تلاش می‌کنند اعتبار شبکه‌های اجتماعی را زیر سوال ببرند یا رقیبان سیاسیشان را تخریب کنند. درسته که اینترنت و سوشال مدیا یک زمانی تصور بر این بود که اگر اینترنت گسترش پیدا بکنه، سوشال مدیا گسترش پیدا بکنه، یک صدایی به اون مردمی که صداشون حذف شده و معمولاً این صدا در انحصار حکومت‌های غیر دموکراتیک هست، یک صدایی به اونها بده. ولی در این حال سوشال مدیا تبدیل به یک ابزاری نباید بشه در دست دولت‌ها، مخصوصاً دولت‌های غیر دموکراتیک، که برای دستکاری اذهان عمومی ازش استفاده بکنن و بتونن اون مقاصدی رو که دارن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی پیش ببرن. Vous avez forcément déjà entendu parler des fake news, mais savez-vous vraiment ce que c'est? فیک نیوز، دیسینفورمیشن یا اخبار جعلی، اسمش را هر چه بگذاریم، شبکه‌های اجتماعی حالا یک جنبه تاریک دارند. اما راه چاره بگیر و ببند دولتی نیست. خانه آزادی میگوید همان دولت‌هایی که با پروپاگاندا و بات‌ها بیشترین سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، همان‌هایی هستند که می‌خواهند مشکل فیک نیوز را با قلع و قمع شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان حل کنند. راه حل پیشنهادی، مسئولیت پذیری خود شرکت های تک در حذف محتوای نامناسب و تأسیس نهادهای مستقل نظارتی که بر شفافیت و منصفانه بودن رفتار این شرکت ها نظارت کنند. حکومت جمهوری اسلامی از این شیوه بعد از سال 1388 به صورت سازماندهی شده داره استفاده میکنه و روز به روز داره پیچیده تر هم میشه و بیشتر تمرکزشون روی نیروی انسانی هست، برخلاف ارتش‌های سایبری کشورهای دیگه مثل عربستان که بیشتر تمرکزش روی بات‌ها هست. ارتش سایبری ایران از افراد استفاده می‌کنه که بسیار پیچیده‌تر هست ترک کردن این کمپین‌های دیس اینفورمیشن. و به نظر من مهمترین بخشی که باید روش تمرکز بشه افزایش سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتالی مردم و فعالان جامعه مدنی هست. با سواد دیجیتالی مردم و تن ندادن شرکت‌های تک به خواست دولت‌های خودکامه، شبکه‌های اجتماعی همچنان به معمنی برای آزادی بیان و دسترسی به اخبار باقی خواهند ماند. نیکولاس نیکسادات، بی بی سی. در دهلی، پایتخت هند، مدارسی که به دلیل آلودگی هوا در یک هفته اخیر بسته بودند، باز شدند. با وجود باز شدن مدرسه‌ها، میزان آلودگی هوا بالاست و بسیاری از کودکان با ماسک‌های بر صورت به مدرسه رفتند. وزش باد به بهبود اندک وضعیت هوا کمک کرده، اما این نگرانی وجود دارد که با ادامه سوزاندن ساقه‌های بجامانده از محصولات کشاورزی در ایالت‌های مجاور وضع بدتر شود. راجینی ودیاناتان از دهلی گزارش می‌دهد. یکی از بزرگترین تهدیدها به زندگی این کودکان، تهدید همیشه هست، زمانی که بازی می‌کنند و زمانی که غذا می‌خورند، چرا که نفس می‌کشند. اینجا هوا سمی است. کودکان و فقیرترها آسیب پذیرترند. در یکی از آلوده ترین شهرهای جهان. به محض ورود به این زاغه در بخش شمالی دهلی به شیبانا برمیخوریم. دو قلوهای او 3 ماه دارند. ریبان و اورفان. میگوید هر دویشان زاتوریه دارند. میگوید به دلیل آلودگی است. 3 بار در روز از نبولایزر که آن را از مغازه محلشان گرفته استفاده می کند. نبولایزر برای رساندن دارو به ریه هایشان است. از همون اولی که به دنیا آمدن مریض بودن. تب دارن، سرفه می کنن، در نفس کشیدن مشکل دارن. دارو جواب نمی دن، نمی دونیم چی کار کنیم. غریب دو که آدمی هم. همین الان میزان آلودگی رو چک کردیم. حتی اینجا تو فضای داخل هم میزان آلودگی به طور غیر قابل باوری بالاست. خیلی بالاتر از اونی که سازمان جهانی بهداشت ایمن میدونه. مطالعه سازمان جهانی بهداشت نشون میده که سالانه حدود 600 هزار کودک زیر 15 سال تو جهان به دلیل آلودگی هوا میمیرن. This image of a teenager with black deposits on the lung is not a rarity today. دکتر آروین کامار جراح قلب است. میگوید شمار کودکانی با مشکلات ریوی رو به افزایش است. آیا این هوا داره بچه‌ها رو می‌کشه؟ Yes. It's killing
our children. بله داره بچه های ما رو میکشه. زده به هوشیشون رو پایین میاره. سرطان زاست. تنفس این هوا اونا رو میکشه. این لایه ضخیم دود سالانه هوای پایتخت را میپوشاند. وسایل نقلیه، دودهای ماشینالات صنعتی و سوزاندن ساقه های باقی مانده از محصولات کشاورزی در ایالت های نزدیک از عوامل آلودگی اند. به نظر نمی رسد تغییر محسوسی اتفاق بیفتد. دیدن آینده کودکان و افراد آسیب پذیر دشوار است. ویرجینیا وادیناوین، بی بی سی نیوز، دلهی. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.